سلام، به برنامه گفتگوی ویژه خوش آمدید. مهمان برنامه ما علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب هستند. عثمان، خیلی خوش آمدیم به استودیو آریانا هرات. شما تشکر از اینکه فرصت در اختیار ما قرار دادیم که از طریق شما بتونیم با بیننده های خوب تلویزیون آریانا صحبت داشته. سپاس از شما. صحبت ها از بعد سلما بند دوستی افغانستان هند آغاز میکنه که یک تحول بسیار بزرگ در افغانستان به وجود آورد. ابتدا میخوام بپرسم که چرا آقای وزیر بند سلما بیش از 40 سال کار از این تعویق افتاد؟ دلایل عمده چی بود؟ ببینیم، اول خب بند سلما یکی از آرزوهای مردم افغانستان، آرزوهای تحقق نیافته در طول 40 چند سال بود. ابتدا اجازه بدن که تبریک بگم به شما و همچنین تمام مردم افغانستان، به خصوص مردم هرات. بعد از اینکه حدود 25% از کار بند پیش رفت در سال 58، 1358 بحران هایی که در کشور ما به وجود آمد، این بند به توقف و رکود و بعد در سال 1361 کاملا به تعطیلی کشان. بعد از این تعطیلی قسمتی از تأسیساتی که بند ساخته شده بود، از جمله شهرکی که ساخته شده بود، از بین رفت. قسمتی از آهن آلات و سایر تأسیساتی که در بند انجام شده بود، من اولین بازدیدی که از بند داشتم سال 1376 بود، وقتی که ما محصل انجینری بودیم در وزارت. 19 سال پیش داره. 19 سال پیش، بله. اکثر اجزای بند، اجزایی که قبلا تهیه شده بود، از بین رفته بود، به جز یکی از کارهای بسیار مهم، به اون تونل انحراف بند بود که اگر او در همون زمان ساخته نمیشد، حالا شاید که بند ما از شاید 5 سال دیگه وقت بیشتر در بر میگرفت، با توجه به سرعت کاری که ما در حال حاضر داشتیم. بعد از مرحله بعدی که بند مجددن شروع شد در حکومت گذشته، خب باز در هنگام اجرای کار مشکلاتی به وجود آمد. گرچه ما هنوز بر پلان گذشته بند دقیق بررسی نکردیم که ما در رابطه با مدت زمان تأخیر، انگیزه ها و عوامل برای شما دقیق تشریح کنم، چرا که از سال گذشته ما تمام ذهن ما مصروف کارهای باقی مانده بند بود. پلانی که ما تهیه کرده بودیم با شرکت وابکاست، همچنین با سفارت هندوستان، پلانی بود که به صورت هفته‌ای تعقیب می‌شد. فقط تمام ذهنیت ما، تمام کار گروپ ما مصروف ای بود که ما بتونیم در همون موعد لازم که انتهای برج آگست میلادی بتونیم دریچه انحراف را پیدا کنیم. به خاطر این خطر وجود داشت که اگر ما در این برج نتونیم این کار را انجام بدیم، مجدداً آبخیزی ریرود شروع میشه، اما میزان آبی که در ثانیه عبور میکنه بسیار زیاد میشه. در اون زمان امکان پایین آوردن دریچه انحراف نبود یا بسیار به سختی بود با ریسک های بسیار بالا. ما نهایت تمام سعی و تلاش انجام دادیم که بتونیم تا انتهای آگست به خوشبختانه این کار انجام بدیم که خوشبختانه در 26 جولای انجام شد و مرحله بعدی کانکریت ریزی پشت تونل انحراف بودیم انجام شد و خیال ما راحت کرد که بعد از این آب بدون هیچ دغدغه‌ای میره به پشت بند. اما نگرانی بعدی که ما داشتیم این بود، مرحله آبگیری بند بود. آبگیری بند معمولا در 3 مرحله انجام میشه. در مرحله اول 30% ما بند را آبگیری میکنیم. اگر تراوش از جناحین، از کف بند انجام میشد، باز مجددا ما بعد آب را تخلیه میکردیم و به همون ترتیب تا 65% و 90% میرفتیم. و اگر تراوش ها رو میدیدین، یک هم از که تراوش و عبور آب از عبور مجاز آب بیشتر میبود، باید تمام از این ما چی میشد و برنامه ما مصروف این میشد که دوباره ترمیمات انجام بدیم و تزریق بکنیم، که خوشبختانه هیچ کدوم از این چیزهایی که ما نگران بودیم اتفاق نیفتاد، بدون که مشکلی پیش به بند تا مرحله که زیر رادیال گیت ما میگیم که تقریبا مراحل نهایی آبگیری انجام شد و توربین هم دو توربین بسیار خوب، حتی توربین دوم بیشتر از توقعی که ما داشتیم حرکت کرد و کار انجام داد. یک توربین اول هم تمام شد، توربین سوم هم در چند روز آینده به برابر داری میرسه. درسته. در میان صحبت ها شما از تخریبات بعد تأسیسات گفتین که در سالهای گذشته صورت گرفته بود. گزارش های سالهای قبل هم منتشر شده بود که برخی کشورهای همسایه بسیار تلاش میکنن که در مقابل سد دوستی افغان هند یک تهدید جدی باشن، از جمله هند و پاکستان همیشه بحث مطرح بوده و طی چند سال گذشته هم بارها مواد منفجره کشف شد که برخی از مسئولین بند در بخش امنیت که انگشت اتهام به کشورهای همسایه بردن. شما چه فکر میکنید؟ آیا واقعا اینا
تهدیدی هستن علی بند و تهدید بودن و این تاثیر داشت روی مسئله 40 سال؟ یک نگرانی های اونا نگرانن از ساخته بند، همین نگرانی های دوگانه از دو همسایه ما وجود داره، هیچ شکی نیست، هر کدام بنا به دلایل مختلفی که دارن. خب پاکستان رقیب این دست نمیخواد که طبعا ایران نمیخواست که اونا به یک موفقیت بسیار بزرگ در سطح افغانستان برسن که مردم ایران گل ببرن به سفارت هندوستان. و همسایه دیگه ما هم طبیعتا نگران از میزان آبی که به پایین دست و به بند دوستی آنها آچی میکنه. اما ای که ما به اسناد دست یافته باشیم که خرابکاری اونا نشان داده باشه، در همه دوره ما فقط یکی دو موضوع بود، یک بار پرنده مشاهده شد و دقیق بود، اما که هدف پرنده چی بود نیرو امنیتی نهایتا نتونستن به چی دست پیدا کنم. و در روزی که ما در بند سلما سفر کردم، اگر یاد من به یاد مانده باشه، احتمالا برج نوامبر بود، یک موتر مواد منفجره در اونجا به دست اومد که در نهی نزدیک بند و علائم نشان میداد که دخالت های صورت گرفته. و ما که میخوایم بسیار شفاف صحبت کنم با بیننده ها، هر کس که خوش میشه خب، هر کس ناراحت میشه ناراحت بشه، طبیعتا همه اطلاع داریم کار ما استادی بود و شفاف صحبت کردن هم جزء خصوصیات استاد های ما. اعتراضی از طرف کشور ایران هم دریافت کردیم، هم اعتراضای هم نگرانی های شفهی اونو بارا مطرح شد، هم یک اعتراض کتبی به ما روان کردن که جواب اینا رو هم دادیم. ما در حال حاضر چیزی در حدود 30% حوزه هیره ای رو در تحت کنترل در آوردیم، 19-17% حوزه کل هیره ای رو در، یک مقدار بسیار بسیار کمی از هم افغانستانه که متعلق کنترل کردیم و برنامه های دیگه هم بارها ما اعلان کردیم که داریم. باید که کمه، بازم اعتراض وجود داره. بله بله دقیقا کمه، به خاطر یک حق کنترل نشده ای بود، ای که از افغانستان یک سرمایه خفته و کنترل نشده ای بود، به دلیل اینکه ما توانایی کنترل از اون نداشتیم، توانایی استفاده از این حق نداشتیم، این سرمایه ما و این حق ما جریان پیدا میکرد به کشورهای دیگه و اونا گویا برای خود ایره یک حق دانسته بودند، که یعنی ناتوانی ما برای خود یک حق دانسته بودند، در صورتی که هیچ حقی برای اینشان از نه از نگاه عرف مسائل عرفی، نه از نگاه کنونسیون 1997 چی میکنه تثبیت میکنه. ولی به هر حال به خاطر عدم توانایی ما اینا هم توقع داشتن، ولی از هم توقع به خاطر هم توقع اعتراضات خود را انجام میدن، در صورتی که همین اعتراضات بسیار بی جای روابط ما خراب میکنه، حتی ضربه میزنه به مذاکرات آبی. من بارها هم این موضوع با اونا مطرح کردم که توقع شما در حدی باید باشه که حق شماست و اعتراضات شما در حق گونه‌ای باشه که منطقی است. اگر قرار باشه که اعتراض کنین، تنها معترض مانین بر سر منابع آب. ضربه هایی که از اون طرف همسایه به منابع آب زدن، ضربه هایی که به نوعی مرزی در حوزه آبری زدن، ضربه های بسیار جدی تره، بسیار جدیه. در صورتی که ما اومدیم حق خود فقط کنترل کردیم، اگه اعتراض اونایی بود که این به محیط زیست آسیب زده، به هیچ عنوان رودخانه ایره رود یک رودخانه فصلیه که در تابستان غالبا شما مشاهده میکردین در پایین دست هیچ آب جریان پیدا نمیکرد. حالا رودخانه فصلی وقتی که یک کنترل شما به وجود میاریم، برعکس رودخانه شما زنده میکنین، چرا؟ یک آب هست بله، یک آب جاری و دائمی در او جریان پیدا میکنه، این از یک طرف. از طرف دیگه سیلاب ها شما کنترل میکنین در مواقعی که میایه، سیلاب ها باعث فرسایش، باعث تخریب زمین ها و اموال مردم میشه. از یک طرف سیلاب رو کنترل میکنیم، از یک طرف آب در به شکل دائمی در رودخانه به جریان میندازیم. و اعتراض محیط زیستی، اعتراض کا بر رودخانه ایره رود کاملا اعتراض نادرستی بود. درسته. جناب آقای وزیر، این رک صحبت کردن شما، فکر نمیکنیم که کار دست شما و بنده سلما بود یک روزی از طرف این کشورهایی که شما میگین که حق افغانستان است که آب کنترل کنه، از او درصد که شما میگین تنها 30% شما بله. در حال حاضر کنترل میکنن بله. فکر نمیکنم چالشی به وجود بیارن. ما نمیتونیم در رابطه با عزم خود دروغ بگیم به هیچ کس و به مردم. این بسیار واضح و شفافه که حکومت وحدت ملی بارها اعلان کرد ما منابع آب خود را کنترل میکنیم، این حق ماست، این عزم ماست، این وعده که ما به مردم دادیم. باید بسیار شفاف اونا هم بیان با ما بشینن و هم هر دو طرف نیت های درست هم دیگر رو درک کنیم. با نیت دروغین به هیچ جا نمیرسیم. ما اعلان کردیم بارها ما بند تیپولا میسازیم، ما کمال خانه میسازیم، به کار سلما سرعت میدیم، به 21 بند سرعت میدیم، ما آب افغانستان که حق مردم افغانستان رو کنترل میکنیم.
شما بارها در جریان یک سال تاکید بری داشتین که با چالش های سیاسی در مقابل ساخت بند سلما رو بوری بدیم. این چالش ها همین مسائل بود یا نه؟ از درون حکومت هم که افراد بودن که میخواستن بند سلما حالا تحقق پیدا نکنه، چنانچه ما در زمان آقای کرزی گفته شد نسبت به حالا پول های زیادتری بود که باید در اون زمانی بند ساخته میشد، اگرچه در سال 2009 تکمیل میشد اما نشد. فکر میکنم علاقاتی هم در درون حکومت افغانستان چی در گذشته و چه حال بودن که میخواستن بند سلما اعمال نشه؟ ما این علاقات ما مشاهده نکردیم، صرف نگرانی های گاهی اظهار میشد و اون نگرانی ها همین مسائلی بود که ما بیان کردم. پایین آوردن دریچه انحراف، تونل انحراف نیاز به یک عزم سیاسی بسیار محکم داشت که عزم در حکومت وحدت ملی از ابتدا موجود بود. ما حتی یک لحظه در این مورد تردید نکردیم. به محض که کارهای تکنیکی متوجه شدیم که تمام شده، به محض که ما متوجه شدیم که میزان آبی که از رودخانه عبور میکنه به کمترین حد خود رسیده، دریچه ما پایین آوردیم. در درون حکومت من هیچ مخالفتی با این موضوع ندیدم و احساس نکردم و طبیعتاً چون یک بحث ملیه هیچ کسی اینو مخالفت از علاقات درونی ما نه حق داره انجام بده نه تا حالی انجام داده. پس شما چه فکر میکنید در زمان آقای کرزی پولهای بسیار زیاده بود، امی شرکت واکوس هم بود، چرا این بند در اون زمان در سال 2009 ساخته نشد؟ ابتدا به شما می مزور بیان کردم که ما تا حال بررسی دقیقی نداشتیم. بیشتر مسائلی که به ذهن من میرسه گرچه بدون بررسی مسائل تکنیکی بود تالی. به طور مثال ابتدا یک مسئله به شما عرض کنم. ابتدا اینو برنامه ریزی کرده بودن که ریگر از کف رودخانه بردارن. خب وزارت معدن بیشتر از 2 متر از نظر عمقی برایشان اجازه نداد. این روند ساخت یک مقدار با تأخیر و با مصرف مواجه کرد. خاطر استدلال وزارت معدن بسیار یک استدلال منطقی بود که به رودخانه ما ضربه میزنیم اگر این کار انجام بدیم به محیط رودخانه. اونا مجبور شدند که از سنگ‌های شکسته از کوه‌ها استفاده کنند. این موضوع با تأخیر زیاد مواجه ساخت. اگر فراموش نکنم بین سال 1387 تا 91 مسائل و مشکلات بودجه‌ای داشتن اینا. این مسائل بود که بیشتر موضوع بندر با تأخیر مواجه کرد. اما این که بیایم ما واقعا انکار کنیم که هیچ دخالتی وجود نداشته، این از نظر من نه به عنوان یک وزیر بلکه به عنوان یک فرد این موضوع واقعی نیه، به خاطر که اگر وجود نداشته تعداد شهدایی که ما داشتیم برای چی اتفاق افتاده. حال نیرو امنیتی ممکنه که ما توجیه کنیم که مخالفین اومدن به شهادت رسندن، این معموله در سطح افغانستان، در سایر جهان این کار اتفاق میفته. ما در بند المار هم که هیچ نوازی انگیزه وجود نداشت در چند ماه گذشته 2 نفر زخمی داشتیم. خب گرچه در بند کمال خان ما چند بار 4 بار جنگ داشتیم، اما چه نیروها تکنیکی به شهادت رسیدن؟ به شما بزی عقیده هستیم که هنوز هم دسترسی های وجود داره؟ در همون زمان قطعا نمیشه این کار کرد که وجود داشته. در حال حاضر ما چیزی مشاهده نکردیم. ببینیم یک گپ بسیار واضح و مشخص برای هموطنان بگم که نگرانی اونا رو برطرف کنه. بندها تا مرحله تحت تهدید قرار دارن که ساخته نشدن. وقت ساخته شدن دیگه تهدید خود اینا امنیت خود رو پرده میگیرن. هیچ کس جرئت نمیکنه که به یک بند تخریب کنه که بیش از 600 میلیون متر مکعب آب در پشت او ذخیره شده و یک بمب اتم قوی روی یک شهر رها کنه. کدام کشوری جرئت میکنه؟ آیا او کشور خودش اگر این کار رو بکنه؟ بند نداره در کشور خودش، عکس العمل متقابل مواجه نمیشه. آیا که کسایی که تروریسم روش دادن تروریسم دامنگیر خودشان نشد؟ طبیعتا نباید خیلی نگرانی داشته باشیم. ضمن اینکه نیروهای امنیتی ما به خصوص بعد از بسته شدن دریچه انحراف هنگام آبگیری واقعا با یک عزم بسیار قاطع و یک کوشش شبانه روزی از ما حمایت کردن. در طول مسیر وقتی 12 پای ما سقوط داده شد از اونا درخواست کردیم، 100 نفر نیروی امنیتی به ما در طول چند ماه اضافه کردن و حمایت نظامی در طول یک سال حمایت نیروی امنیتی بسیار جدیتر از بخش تکنیکی بود. شما تاکید میکنید که هیچ مشکل بعد از این به وجود نخواهد آمد؟ خب ما باید چی باشیم؟ متوجه باشیم، مراقب این قضیه باشیم. به هر حال شاید که از طرف کشورها نه، گروه های
مخالفه که هیچ منطق و هیچ موضوع در هیچ رعایت نمیکنن، از این جنایت دریغ نمیکنن، ممکنه که با تهدیدهای اونها مواجه بشیم. باید نیروهای امنیتی ما متوجه موضوع باشه. تشکر. جناب وزیر صاحب، گفته شد سالانه بیش از $1,000,000 بند سلما نیاز به بودجه داره برای حفاظت، برای بخشای تکنیکی، از برای پول برای انجینرهای از او و بخشای دیگه از او و در بخش کانالیزاسیون. این پول بودجه در اختیار داریم شما یا خیر؟ بله ما بودجه در اختیار داریم. خوشبختانه هم رئیس جمهور هم وزیر صاحب ملی در این بخش از ما حمایت جدی انجام دادم. سال گذشته وقتی بودجه ما درخواست کردیم هیچ اصلا هیچ چیزی نداشتن، ملاحظه نداشتن، بودجه در اختیار ما قرار دادن. سالهای بعدی هم خب متوجه هستین که برق وقتی به ثمر نشست این باعث درآمد زایی میشه. در حال حاضر ما طرح به برد برش نبردیم که خود ما جز به اعضای این برد هستیم که برق با قیمت بسیار کم به برش ما به فروش برسانیم. در حد چیزی که ترکمنستان برق به ما به فروش میرسانه، از این پولی که به دست میاریم برای حفظ و مراقبت بند سلما، برای انکشاف آینده بند سلما، برای ساخت یک پارک ملی که پلان شده در بند سلما، برای کانال ها از و همچنین سایر بندهایی که در محیط ما استفاده کنیم، و یک درآمد بسیار خوبیه که میتونه ما از او درآمد برای همه کارها بودجه تامین کنیم. تشکر. جناب از بند سلما که بگذاریم، بحث بند پاشتون، گویا آقای رئیس جمهور در سفری که به هرات داشتن در 3 روز گذشته تاکید بر این کردن که کار پروژه بند پاشتون متوقف شد به دلیلی که شرکت سازنده با مشکلات روبرو است، با مشکلات تکنیکی توانایی یا ظرفیت را نداره. در این مورد اگر بیشتر توضیح بدیم. بعضی از اعضای شورای ولایتی معترض بودند به این بند و از شرکت حمایت کردند در اونجا در روبروی رئیس جمهور که یک شرکت یک ماشین آلات بسیار زیاد آورد و سایر مسائلی که چی شده بود. من کار ندارم به روابط اعضای شورای ولایتی با شرکت که چرا این حمایت صورت گرفت و چرا این الفاظ بیان شد، اما چند مسئله بسیار شفاف و واضح باشه. اگر شرکت قابلیت ایر داشت، جناب وزیر صاحب پیش از اینکه مثلا مطرح کنیم، چند وقت پیش هم سفر شما داشتن به هرات، بگو مگوی با یکی از اعضای شورای ولایتی شما داشتید، در این که گویا برخی از اعضای شورای ولایتی تبانی دارن با شرکت و در قسمتی که کار بندم به توقع میافته و کار صورت نمیگیره گویا دست دارن. این شما اگر در مورد بگوین پیشتر هم اشاره کردن شما. اشاره به همه موضوع بود. خب اول وضعیت شرکت رو بررسی کنیم. ما و گروپ ما، مجموعی از انجینران، چی از بخش ایرات و چی از غیر ایرات، در حدود یک سال و دو ماه است که سرنوشت وزارت انرژی و آب به دست ما افتاد. درست. ما آمدیم در وزارت انرژی و آب. اما از شروع بند نزدیک به 5 سال میگذره. 3 سال زمان تکمیل کاری بند بوده. خب سوال اینه که چرا در 3 سال تکمیل نشد؟ چرا در 1 سال بعد هم تکمیل نشد؟ و حالا هم خب 1 سال از دوری ما گذشته. در همین 1 سال تنها اینا یک مقدار سرعت و شتاب بر انجام دادن به دلیل فشارهای بسیار جدی که سر شرکت بود از طرف وزارت انرژی و آب که ما این پالیسی رو بیان کردیم. حرکت مورچه وار قبول نداریم در هیچ پروژه، خود در هیچ بنده، خب به خصوص پروژه‌های بزرگ که رئیس جمهور هم دائم و همچنین رئیس اجرایی دائم اینا رو تعقیب میکنم و دائم پرسان میکنم و ما همیشه باید برشون گزارش بده. حرکت مورچه وار ما قبول نداریم، یا حرکت به همه اندازه که پلان شده که ما به وقت لازم برسیم به او برنامه ریزی که داریم، مثل که به بند سلما یا بند دوستی افغانستان هند رسیدیم ما، یا توقف و فسخ قرارداد با شرکت. در این بند مشکلات متعدد وجود داشت. اولا مشکلات تکنیکی. ما در بند شاه و عروس یک بند کانکریتی است، 2 سال قبل بند متوقف شد به دلیل از اینکه درز و ترک های در بند به وجود آمده بود. خب وقتی که ما یک بند کانکریتی در روی زمین می‌ریزیم، درز و ترک به وجود میآید در کشور ما با تکنولوژی که هست، با سیستم کنترل کیفیت که هست، و چه اتفاقی خواهد افتاد وقتی که ما بیم یک قسمت اجزای کانکریتی زیر زمینی بریزیم؟ و بند پاشتن دقیقاً همین موضوع بود. ما یک کاتافوال داریم در اونجا که در زیر زمین باید ریخته بشه. باید تکنولوژی بسیار پیشرفته باید این کار انجام بدیم با نظارت تکنیکی بسیار دقیق. اینا با یک نظارت تکنیکی بسیار ضعیف می‌خواستن این کار انجام بدن، با انجینرایی که قابلیت نداشتن این کار می‌خواستن انجام بدن. طبیعی بود که وزارت انرژی و مخالف این گپ بود. ما نمیخوایم امروز پایه بگذاریم که فردا بعد از اینکه ما رفتیم با مشکلی که حال ما به دربند شاه و عروس داریم مواجه بشیم که
یک متخصص بین المللی بسیار خوب آمده بود برای بررسی از او و فعلا ترمیمات بند چی ادامه داره، بند شاوروس ادامه داره. و حال وقتی اینا میان چندین بار در رسانه ها اعلان میکنند که شرکت یک شرکت خوبه، باید پاسخگو باشن. و ما متوجه شدیم که رفت آمد های از طرف رئیس شرکت با اونها صورت میگیره که باعث نگرانی ما بود. بعضی شورای ولایتی؟ با بعضی از اینا. این باعث نگرانی ما بود این موضوع. با یکی از رسانه‌ها دیگه ما بسیار جدی اعلان کردم به تمام زورگوها و تمام کسایی که دخالت میکنند، نه تنها در سایر ایراد بلکه در سایر مناطق. اولا زورگویی هایی که درون ایراد در روی پروژه های ما به وجود آمده، انکشاف ایراد در ضربه میزنه، نه تنها به پروژه وزارت انرژی و بلکه به سایر پروژه. هیچ وزیری علاقه نخواهد داشت در محیط کار کنه که زورگویی صورت میده. بس نظارت ببینید چه کارا میکنن، کیو هستن کسایی که خب کسایی که متوقعن. نمیتونیم ما تنها بگیم که بعضی از اعضای شورای ولایتی، طبیعتا در سرتاسر افغانستان کسایی هستن که قبلا این فرصت پروژه ها بسیار به سادگی به دست می آوردن. من فکر میکنم انگیزه سیاسی یا انگیزه مالی؟ نه، انگیزه مالیه. انگیزه سیاسی بسیار کم. انگیزه سیاسی در خود شرکت ها وجود نداره. انگیزه سیاسی ممکنه که انگیزه جانبی باشه. از طرف من انگیزه سیاسی به این دلیل مشاهده نمی کنم که صرفا همه اینا متوجه شدن که ما و مجموعه ما گروه تکنیکی نه گروه سیاسی، هیچ برنامه سیاسی ما نداریم، هیچ علاقه مندی سیاسی خاصی نداریم، تنها می خواهیم که از به شکل گروه تکنیکی کار کنیم. اما ما متوجه شدیم اخیرا که قبلا قوت سیاسی که در وزارت انرژی و آب بوده مانع نفوذ از این بدون پروژه وزارت انرژی و آب بوده. حالا اینا احساس کردن که شاید یک گروهی آمدن تکنیکی، یک گروهی آمدن کمزور و قوت کم حمایت، خب وقت اینه که ما بیایم این دخالت ها رو انجام بدیم. من این موضوع رو اشتار دادم برشان که جز ضمن که قبلا گفتم مسئلیت ها ما جز همه خطوط قرمزیه، همه دخالت ها از اینا هم جز خطوط قرمزی در پروژه ها ما. چرا عزم ما یک عزم تکنیکی جدی برای به ثمر رسوندن پروژه، اگر قرار باشه به دلایل غیر تکنیکی ما نتونیم به هدف موفق بشیم، فلسفه دیگه برای ماندن ما در وزارت انرژی و آب وجود نداره. به همین دلیل بسیار شفاف بسیار سری هم با رئیس جمهور، رئیس اجرایی، با پارلمان، با رسانه ها ما صحبت میکنیم که ما زورگویی نمیپذیریم. هیچ آنچه که شما به عنوان یک نگرانی مطرح میکنید، با رئیس جمهور هم مطرح کردیم که زورگوهای در هرات مانع کار میشن، تا حال فرصت نشد که این کار با رئیس جمهور مطرح کنیم. این در سطحی بود که فکر کردیم این موضوع حل میشه، ما در سطحی بود که ما فکر کردیم میتونیم حمایتای از طریق خود مردم به دست بیارین که به دست هم آمده، مردم مشاهده کنن بحث شفافیت تر، بحث صداقت تر، کی صادقه کی غیر صادقه، ما به در همین سطح بتونیم حل کنیم. طبیعتا اگر موضوعات به این شکل حل نشه، طبیعی است که ما به رئیس جمهور مراجعه میکنیم و در بعضی مناطق که موضوعات را ارجاع دادیم به رئیس جمهور، به این حق کامل ماست، به خاطر که ما باید از هر امکانی که داریم استفاده کنیم برای که هیچ کس نتونه مانع انجام پروژه این کشفی ما یا مانع تاخیر نشه یا بره برداری از اون یا توقعاتی که دارن. حالا یک گروه توقع دارن که پولر میفهم از یک سمت بکشیم، یک گروه توقع دارن از یک سمت دیگه شبیه لینه که ما لینه 500 کیلوولت ما داشتیم، طبیعتا وقتی که از یک سمت نمیکشیم زورمندای در روزم وجود داره در این قسمت هم داخل منافع مالی منافع منطقه‌ای و شخصی مطرحه. تعداد مثلا زمین دارن در یک منطقه میخوان که بنا به هر دلیل پول از یک سمت دیگه بره. من برنامه بسیار شفاف و واضح گفتم که صلاحیت بررسی این موضوع در بند پاشتان ما به وزارت فواید عامه اعطا میکنیم. درسته. وزارت فواید عامه جناب سلیحی سبم در اونجا هست. یک بررسی تکنیکی بکنن، بیان به ما ارائه کنن، ما تا ارزان ترین مسیر باید به ما پیشنهاد کنن، بخاطر که بودجه ما هم در وزارت انرژی آب محدوده. درسته. کار در پروژه پاشتان پس متوقفه فعلا. در حال حاضر ما موضوع چند هفته گذشته ارجاع دادیم تمام بندهایی که مشکل دار بود، چهار بند ما ارجاع دادیم به کمیسیون تدارکات ملی و یک بند با تعهداتی که شرکت داشت با مذاکراتی که با شرکت صورت گرفت مشکلات حل شد. بند شاوروس و سه بند دیگه باقی مانده کارشان، اینا ارجاع داده شد به وزارت ملی، چون وزارت ملی یک مشاور حقوقی داره که این مشاور حقوقی موضوع بررسی کنه که چگونه و ما مطابق نظر مشاور حقوقی و تصمیم کمیسیون تدارکات ملی حرکت میکنیم. اگر اجازه بدن که با همه شرکت و با همه وضعیت، خب ما با همه شکل ادامه میدیم با تعدیلات، با شرایطی که او شرایط ما سرعت و کیفیته. شکر شما. شکر شما. لطف کردین جناب آقای وزیر. سپاسگزارم.